حالا ببین چقدر جمال ما عشق هست که تا الان سالم نشستم. زنگو بزن. همین رو دیدی؟ یادتون میاد بهتون میگم کسی که عقده داشته باشه، کمبود داشته باشه از بچگی. ببین آدم هر چی داره، خدا رحمت کنه حاج خانم ما رو، میگفت آدم هر چی داره از پر قنداق داره. ما نمیفهمیدیم چی میگه. تا موقعی تو ایران بودم نفهمیدم چی میگه. بعد بیای بخوری زمین با دک و پوز، لهو لورده بشی تو چرخ دنده زندگی، تازه بفهمی این یه جمله اون زن بی سواد چی بوده. اون خانم بی سوادی که بهت میگه آدم هر چی داره پر قنداق داره، بعد میگیم ما موزاد بی سواد دیگه. نه خیلی باشعور و با سواد بود، فقط نمیتونست بخونه بنویسه. هر چی آدم داره پر قنداق داره. از بچگی چجوری بزرگ میشی؟ این به خانواده که ثروتمند باشن یا فقیر ربطی نداره. ثروت و فقر برای انسان شخصیت نمیاره. کتشلوار برای انسان شخصیت نمیاره. تو میتونی تن یه تنلشی کتشلوار بکنی، تنش 100 هزار دلار به تنش گریه کنه. میتونی تن یه آدم یه کت بپوشه تنش 5 دلار، یه پیراهن بپوشه 2 دلار، یه کراوات بزنه 83، یه چقدر خوشتیپه. چون مشخصه این پر قنداق چی داشته. اینا باید به پر قنداقشون نگاه کنی. اینا جوونی نکردن، لگن فروش دوز نوجوانی نکرده، بچگی نکرده، جوونی نکرده. این اوجش مثلا خیلی دیگه میخواسته جوونی بکنه، میرفته محله معروف تهران اونجا سه کراوات میزده. خب اینا زندگی نکردن، اینا یه لقمه سالم نخوردن. تو میتونی تو خونت آبگوش بخوری، اشکنه بخوری، نون و پنیر بخوری، آبدو خیار بخوری، ولی سالم زندگی کنی، سالم تحویل اجتماع بدنه. وقتی یه مش جواهر می‌ریزن جلو چش جلو با یه مش خاک هیچ فرقی برات نداشته باشه. هرزه نباشی، دله نباشی. نری تو خونه مردم چشمت به ناموس مردم باشه، چشمت به مال مردم باشه. با پول نخرنت. وقتی کسی میاد جلو یه 500 دلاری میذاره، یه 500 یورویی میذاره، هول برات نداره. یه چک واسط می‌کشن 20000 دلار، یهو 20000 دلار هول برات نداره. خورده شدیده باشی، سر سفره بزرگ شده باشی. شیر حلال می‌خواد، نون حلال می‌خواد. که اینا هیچ کدومشون تو زاد خمیرشون نیست. اگه بودن تروریست نمیشد، اگه بودن خائن نمیشد. اینا با یه رخت و لباس خودشونو میفروشن. اینا با یه قرارداد تو لاس وگاس که بیا واسه تلویزیون میزنیم لگم فروش دوز، ناموسش هم داد. دروغ نمیگم، ناموسش هم داد. من با سند بهتون میگم ناموسشو داد. مردی که ناموسشو بده دیگه ولش کن، ولش کن. این خدا هم بشه دیگه ولش کن. کسی که اینا رو همه رو به لجن کشیدن، از همشون عکس و فیلم دارن. وقتی تریاش میذارن جلو مف میکشی، بعد سه ماه میری التماس میکنی میگی یه نخود بهم بده. میگی بهت یه نخود چیه؟ 6 لول بهت میدم، ولی این متن رو باید بخونی. وقتی میری امضا میکنی، میری تو بنگاه لجن پراکنی بی بی سی به عنوان یک ایرانی اونجا میگی، مصاحبه میکنی با آقای رضا پهلوی آخرین ولی عهد ایران فرزند آخرین شاه ایران، یعنی ناموس تو دادی. حالا دیدی چرا به اینا میگم بیناموس؟ این بیناموس نه اون فوشلاتی تو خیابونه، نه، کسی که مملکتشو بده ناموسشو داره. اینا ناموس نداره. به شرافت بشری سوگند، هیچ کدومشون ناموس نداره. کسی که حرمت بادشاه خودش نگه نداره، کسی که ملتشو بکنه وسیله، علکی اشک تنسا واسه ملتش بریزه، اینا اشک تنسا واسه ملتشون بریزه. اینا هیچ کدومشون دل و حال ملتشو نمیسوزونن. به شرافت بشری سوگند، اگه یک کدوم اینا غم ملت ایران داشته باشن، غم این مرد داره که اینطوری داره با بغض میگه ان شاءالله این آخرین عید باشه که تو خربتی. این مرد بغض داره. چرا؟ چون عقده نداره، چون نون حلال خورده، نه اینکه چون پسر شاه بوده، نه، چون ذاتش خوبه. یه چیزای دیگه تو ذات آدمه، همش پدر و مادر نیست، همش ژنتیک نیست. یه چیزایی باید تو ذاتت باشه، انسانیت باید تو ذاتت باشه. پدر مادر تا یه سنی رو تو کنترل داره، پدر مادر تا یه سنی تو رو تربیت میکنه، بعد یه سنی مثل گنجش میپری از قفس بیرون. اونجاست که باید ذاتت رو نشون بدی. مرد اونه که از کنار لجن رد بشه، لجن نشه. یه شماها مرد بودین که کارتو به اینجا نمیکشید.